سلام، من اسم سروری هستم. به کانال پرفکت نرس خوش اومدید. با تبریکی سال نو و آرزوی سالی پر برکت و آرامش برای همه شما دوستان، سری جدید برنامه هامون رو در سال جدید ادامه میدیم. امروز هم در مورد AV بلاک و از راه های تداوی، تشخیص و مربات های نرسینگ با هم دیگه صحبت میکنم. اگه تا حالا عضو کانال نشدید، خوشحال میشم به جمع ما بپیوندید. بریم ادامه برنامه رو با هم میبینیم. بلاک های قلبی. از شایع‌ترین بلاک های قلبی بلاک هایی هستش که در قسمت گره AV نوت ایجاد میشه که به اونها AV بلاک هم میگوین. در این ناحیه سه دسته بلاک وجود داره که به عنوان فرست دگری بلاک، سکند دگری بلاک و ترد دگری بلاک نامگذاری شده. سکند دگری بلاک خودش به دو دسته موبیتس 1 که نام دیگرش ونکباخ بلاک و موبیتس 2 تقسیم شده. در مورد فرست دگری بلاک باید بگیم وقتی ایجاد میشه که این پالس ها از SA نوت به AV نوت با کمی تاخیر میرسه و در واقع ما بلاک ما از نوع نسبی هستش، یعنی این پالس ها هدایت میشه اما با تاخیر میرسه. نشانه این تاخیر در QRS چی هستش؟ نشانه این تاخیر در QRS تغییر در PR هست و که باعث میشه PR ما پرولونگ یا طولانی بشه. در حالت عادی PR بین 3 تا 5 مربع خرد هستش، ولی در قسمت بلاک درجه 1 باعث میشه که از این مقدار زیادتر باشه. مثلا توی این تصویر ببینید فاصله اون تقریبا 9 مربع کوچیک شده، ده که از حد نرمال اون که تقریبا 5 مربع است 4 تا بیشتر هستش. پس در حالتی که PR از حالت نرمال بزرگتر باشه اما در تمام QRS ها وجود داشته باشه و طولانی و نسبت به یک نسبت مساوی قرار داشته باشه، به این نوع بلاک ما بلاک درجه 1 میگه. در نوع درجه 2 از نوع موبیتس 1 که نام دیگرش ونکباخ هستش میتونیم یادمون باشه، موبیتس 1 ونکباخ، 1 و ونکباخ هر دوشون با واف شروع میشه، پس یادمون میمونه تایپ 1 موبیتس و ونکباخ هر دوشون 1 نوع هستن. در این حالت بلاکی که وجود داریم به صورت پروگرسیو هست، یعنی به صورت تدریجی زیاد میشه. یعنی در حالت اول PR نرمال هست، بعد یک بلاک نسبی کمی ایجاد میشه باعث میشه PRمون یک کم طولانی تر بشه، در مرحله بعدی بلاک بیشتر میشه و در نتیجه فاصله PR ما باز هم بیشتر میشه و در مرحله بعدی مکمل بلاک ایجاد میشه، یعنی هیچ ایمپالس دیگه به AV نوت نمیرسه، یعنی به تدریج PRای ما زیاد میشه. دقیقا توی ECG هم همینا نشون میده. در حالت اول ببینید PR حالت نرمال داره، ولی کم کم فاصله PR هی زیادتر میشه تا که به یک مرحله دیگر هیچ بعد از پی هیچ QRS نداریم، که این نشون میده چی؟ هیچ ایمپالسی به AV نوت نرسیده و دوباره تکرار میشه. PR کم حالت نرمال داره، کمی زیاد، بازم زیادتر، باز هم زیادتر و در آخر چی؟ هیچ QRSی وجود نداره. به این بلاک که به تدریج PR زیاد میشه و در نتیجه باعث میشه تا یک QRS جا بیفته و به حساب بطن بوتین ها منقبض نشن، به این حالت موبیتس 1 یا ونکباخ میگن که هر دوشون از درجه 2 هستن. نوع دیگر درجه 2 که موبیتس 2 هست، ما حالت اینترمیتیت بلاک داریم، یعنی که دفعتاً بلاک ایجاد میشه به این صورت که در حالت طبیعی این پالس ها به از SA نود به AV نود میرسه، فاصله PR برابر هست، اما به یک باره یک از این پالس ها به AV نود نمیرسه و باعث میشه ما QRS نداشته باشیم. پس فرقش این هست، فرقش با موبیتس 1 این هستش که فاصله PR ها نرمال هست و دفعتاً یک دانه دراپ یا کم میشه، اما توی نوع 1 فاصله PR به تدریج زیاد میشه تا اینکه یک کمپلکس QRS کم میشه و این هم فرق این دوتاست. و نوع سوم اون یا ترد بلاک به این حالت هستش که مکمل بین اوزین و بوتن هیچ ارتباطی وجود نداره. SA نوت برای خودش میزنه، AV نوت برای خودش میزنه. در نتیجه SA نوت که میزنه باعث انقباض بوتین ها به صورت جداگانه میشه و AV نوت که میزنه باعث انقباض بوتین به صورت جداگانه میشه و هیچ ارتباطی بین موج انقباض اوزین و بوتین وجود نداره. در نتیجه در ECG هیچ رابطه بین موج P که مربوط انقباض اوزین ها هست و موج QRS که مربوط به انقباض بوتین ها هست وجود نداره. مثلا در این ECG ببینید فاصله P ها با هم مساوی هست، یعنی نشون می‌ده
که نشون میده اینها منشأ از اس ای نود دارن و همچنین فاصله کیو آر اس با کیو آر اس بعدی هم مساوی هست، یعنی اینا منشأشون از ای وی نود هستش و همینطور که میبینی هیچ ارتباطی بین پی و QRS وجود نداره. P برای خودش داره میزنه و QRS هم برای خودش میزنه. به این نوع بلاک که P برای خودش میزنه و QRS برای خودش میزنه و هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداره، به نوع بلاک درجه سوم یا بلاک کامل یاد میشه. اگه بخوام یه مرور خلاصه انجام بدیم، میتونیم بگیم که در نوع یک فقط PR به صورت فقط فاصله PR زیاد شده، پس این شد از نوع یک. در درجه دو که خودش دو نوع هست، در تایپ یک یا تایپ وان که نام دیگرش ونکرباخ هستش، به ترتیب فاصله پی آر زیاد میشه تا بالاخره یک کی آر اس دراپ یا حذف میشه. در موبیتس دو که اون هم از درجه دو هست، فاصله پی آر ثابت هست اما دفعتاً یک ایمپالس به ای وی نوت نمیرسه و یک کی آر اس حذف میشه. در ترد بلاک یا درجه سه هیچ رابطه بینی رو موج پی و موج کیو آر اس وجود نداره. پس این هم از خلاصه بلاک. چه دلایل باعث ایجاد بلاک ها میشن؟ دلایل مختلفی هست که شامل این موارد هست. بعضی دواها که ما استفاده میکنیم مثل بتا بلوکرها، مثل کلسیوم بلوکرها و آمیدارون، اینا خودش منجر به بلاک میشن. کاردیومیوپاتی، کسایی که مشکلات قلبی دارن، خود عضله قلب اگه ضعیف باشه و مشکل داشته باشه، در نتیجه اس ای نوت هم خودش مشکل داره و باعث بلاک ها میشه. بعضی بیماری ها مثل تب روماتوئید و همچنین میوکاردیت باعث بلاک ها میشه. آلودگی به بعضی از ویروس ها مثل ویروس زوستر باعث بلاک ها میشه. همچنین کسایی که روماتوئید دارن، کسایی که دچار هایپوکسیمی میشن، هایپرکالمی و هایپوتیروئیدیسم میشن، اینها هم باعث بلاک ها میشن. چه علائمی داره؟ بسته به این که چقدر روی انقباض بوتین ها تاثیر میذارن علائم فرق میکنه. هر چقدر که باعث بشه که انقباض بوتین ها کم بشه، یعنی موج کیو آر اس ما زیادتر دراپ داشته باشیم یا مقدارش کمتر باشه، در نتیجه پمپاژ قلب خوب صورت نمیگیره و خون رسانی به بافت ها کم میشه و در نتیجه مهمترین جا هم که مغز هست، خون رسانی به اون کم میشه. علائمی هم که داریم علائم کمبود خون رسانی هستش و یه جور علامت شاک هست. علائم شامل لو اف کانشیس هست، یعنی فشار، یعنی سطح هوشیاری مریض پایین میشه، مریض کانفیوز یا گیج میشه، دیزینس پیدا میکنه، شعورش کم میشه و همچنین فشار خون مریض پایین میاد. و یادمون باشه بلاک ها منجر به این میشه که باعث بشه که مریض دچار وی تک یا وی اف بشه. و تداوی اون چی هست؟ یادمون باشه برای بلاک های مخصوصا دچار علائم بالینی شده باشن، تنها راه دائمی اون پیس میکر هستش. حالا مراقبت های نرسینگ چی هست با مریضی که دچار بلاک هستش؟ یادمون باشه اول از همه مریضایی که های ریسک هستن رو شناسایی کنیم. های ریسک کدوم مریضا هستن؟ مریضایی هستن که فشار خون بالا دارن، مریضایی که چربی خون بالا دارن، مشکلات سابقه مشکل قلبی دارن و یک نوع بلاک در حال حاضر در ای سی جی شون دیده میشه. به طور پیوسته ای سی جی مریض رو باید مانیتورینگ کنیم، چون ممکنه، گفتیم که خیلی از بلاک ها ممکنه مریض رو منجر به وی تک و وی اف بشه، پس باید حتما ای سی جی مریض رو کنترل بکنیم. مریضایی که سابقه مشکلات قلبی در فامیلشون دارن، اینها در معرض خطر هستن. مریضایی که سابقه سیگار کشیدن و الکل، مصرف الکل رو دارن، اینها هم مراقبت های بیشتر و احتیاج به مانیتورینگ بیشتری دارن. باید معاینات لابراتوری مخصوصا کلسترول این مریضان رو چک بکنیم. در مورد علائم CAD یا کروناری اکیوت دیزیز که همون یک جورای سکته قلبی میشه، باید علائمش رو در نظر بگیریم. اگه مریض دفعتاً دچار چست پین شد یا تغییرات در ST سگمنت شد، اینا رو باید در نظر بگیریم که ممکنه این مریض ها دچار بلاک ها بشن. و همچنین وایتال ساین مریض رو دقت بکنیم، چون که خود پلس ریت و همینطور فشار خون در مریضایی که دچار بلاک بشه پایین میشه و دچار تغییرات میشه. و در آخر هم رژیم غذایی که برای مریض ها در نظر میگیریم، رژیم کم چرب و کم روغن باشه، چرا که مسلمه هر چقدر روغن زیاد بشه مقدار کلسترول خون زیاد میشه، در نتیجه در قسمت های مانند عروق کرونری باعث بندش و بسته شدن اونها شده. و اگر اون عروق کروناری مسئول رساندن خون به قسمت های ویژه مثل اس ای نود و ای وی نود باشه، در نتیجه در اون قسمت ها بلاک های ایجاد میشه.
خب تشکر از توجهی که در این برنامه کردین. امیدوارم تونسته باشم بلاک ها رو به صورت ساده براتون معرفی کرده باشم. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره تا برنامه بعدی. خدایا رو نگهدارتون.